بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. شیخ بهایی حکیم، فقیه، عارف، منجم، ریاضیدان، شاعر، ادیب، مورخ و دانشمند نامدار قرن دهم و یازدهم هجری است. به پاس خدمات وی به علم ستاره شناسی، یونسکو سال 2009 که مصادف با سال نجومی بوده، نام وی در لیست مفاخر ایران ثبت شد. از شیخ بهایی علاوه بر آثار و تألیفات علمی، آثار عمرانی بسیار بر جای مانده است. از آن جمله می توان به منار جنبان، حمام گرم اصفهان، تقسیم زاینده رود اصفهان، طراحی و معماری شهر نجف آباد و حصار شهر نجف اشرف اشاره کرد. وی در روز 12 شوال 1030 هجری قمری در سن 77 سالگی در اصفهان بدرود حیات گفت و طبق وصیتش در مشهد مقدس مدفون شد. خبرگزاری تسنیم ایران در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که عربستان پذیرش عمر گذاران را محدود کرد. این خبرگزاری در ادامه نوشت: در حالی که بیش از یک ماه تا آغاز مناسک حج تمتع باقی مانده، عربستان از کاهش پذیرش تعداد عمر گذاران برای آمادگی به منظور حضور میلیونی زائران حج خبر داده است. گفتنی است که عربستان سعودی سال گذشته اعلام کرد که محدودیت‌های سنی و تعداد اعمال شده برای حجاج در زمان پاندمی کرونا در حج تمتع اعمال نخواهد شد و شمار زائران به میزان پیش از همه‌گیری کووید 19 برمی‌گردد. اداره هواشناسی بنگلادش پس از عبور دما از 41 درجه سانتیگراد، هشدار گرمای 72 ساعته صادر کرد. موج گرمای سوزان سراسر این کشور جنوب آسیا را فرا گرفته و قطعی مکرر برق در سراسر کشور بر مشکلات مردم افزوده است. وزارت آموزش پرورش و وزارت آموزش ابتدایی و همگانی در اطلاعیه‌های جداگانه ای اعلام کردند که مدارس ابتدایی و متوسطه، آموزشکده‌ها، مدارس و مؤسسات آموزش فنی تا هفتم اردیبهشت تعطیل خواهند بود. این مدارس قرار بود روز یکشنبه پس از تعطیلات عید فطر بازگشایی شوند، اما اکنون قرار است در 27 آوریل دایر شوند. یک نظرسنجی بین‌المللی که قرار است آخر هفته آینده منتشر شود نشان می‌دهد 57 درصد از متخصصان احتمال می‌دهند که یک سویه از ویروس آنفولانزا علت شیوع بعدی بیماری‌های عفونی مرگبار در سطح جهان خواهد بود. این نتایج در حالی ارائه شده که هفته گذشته نیز سازمان جهانی بهداشت نسبت به شیوع آنفولانزای پرندگان که باعث میلیون‌ها مورد ابتلا در سراسر جهان شده است ابراز نگرانی کرد. شیوع این بیماری در سال 2020 آغاز و تا کنون منجر به مرگ یا تلف شدن ده‌ها میلیون طیور و نابودی میلیون‌ها پرنده وحشی شده است. این ویروس به تازگی به گونه‌های پستانداران نیز گسترش یافته است. طبق گزارش‌ها، گاوهای اهلی در 12 ایالت آمریکا آلوده شدند و نگران‌ها در مورد خطرات این بیماری برای انسان بیش از پیش افزایش یافته است. سی‌وهشتمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تونس روز جمعه با مشارکت 25 کشور آغاز شد. به گزارش الجزیره، در این نمایشگاه که ایتالیا میهمان افتخاری آن است، برنامه‌هایی برای همبستگی با ملت فلسطین نیز اختصاص داده شده است. نمایشگاه مذکور که تا 28 آوریل به فعالیت خود ادامه می‌دهد، شعار با کتاب در دستت از آنچه چشمانت می‌بیند فراتر برو را برگزیده است. در این نمایشگاه بیش از 109 هزار عنوان کتاب با زبان‌های مختلف به علاقه‌مندان کتاب ارائه می‌شود.